سرخط خبرها. پشتیبانی پنهان در سایه انکار. عمران خان میگوید پاکستان سخنگوی طالبان نیست. در سپین بولدک چی گذشت؟ حقوق بشر تا اینجای کار توانسته هویت 40 تن را شناسایی کند که از سوی طالبان کشته شدند، اما طالبان نمیپذیرند. تا به کنون هویت 40 تن توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر شناسایی شده. نشست اضطراری چرخبال ارتش در هلمند. یافته های تلویزیون یک نشان میدهد در 1.5 سال گذشته 12 چرخبال سرنگون شده است. ارگ میگوید حکومت به حیات سیاسی خود ادامه میدهد. ما به تروستان پاسخهای تکاننده خواهیم داد. و آتش سوزی در ترکیه 3 کشته و 100 زخمی بر جا گذاشت. سلام و وقت بخیر. به خبر ساعت 5:30 از یک با من ادریس فاروقی خوش آمدید. عمران خان میگوید پاکستان سخنگوی طالبان نیست، اما یگانه راه حل برای بیرون رفت افغانستان از وضعیت موجود تفاهم سیاسی است. نخست وزیر پاکستان در دیدار با نمایندگان رسانه‌های افغانستان همچنان تاکید کرده که در پیوند به آنچه طالبان انجام میدهند یا نمیدهند این کشور مسئولیت ندارد و با آنان مربوط هم نیست. گفته های عمران خان در حال در پیوند به مسئله صلح افغانستان مطرح می شود که روند گفتگوهای میان افغانان با بنبست اعلام نشده روبروست. میلاد سیار گزارش می دهد. کاخ ریاست جمهوری افغانستان در دو دهه پسین پاکستان را به بازی دوگانه در مسئله صلح افغانستان و پشتیبانی از طالبان متهم کرده. طالبان اما پیوسته تاکید می کنند که هیچ گونه پیوند با پاکستان ندارند. در تازه ترین مورد نخست وزیر پاکستان در پیوند به اتهام های حکومت افغانستان حرف های پرحاشیه گفته است. عمران خان گفته که سخنگوی طالبان نیست و آنچه طالبان انجام می دهند یا نمی دهند به پاکستان مربوط نمی شود. نخست وزیر پاکستان با این همه اما گفته که گزینه راه حل نظامی در افغانستان از بنیاد ناکام است. برای قطع جنگ در افغانستان باید توافق سیاسی میان دولت افغانستان و گروه طالبان به میان آید. این که طالبان چه انجام می دهند یا نمی دهند مربوط ما نیست. ما مسئولیت نداریم و همچنان سخنگوی طالبان نیز نیستیم. اما افغانستان دو انتخاب دارد. گزینه نظامی که 20 سال ادامه داشت برای صلح افغانستان اما ناکام شد. دومین انتخاب یک توافق سیاسی میان دولت افغانستان و گروه طالبان است. یگانه راه حل همین است. توقع ما این است که پاکستان دست از سیاست‌های چند منظوره بردارد و گام‌های عملی و صادقانه را در روند صلح افغانستان بردارد. گفته‌های عمران خان در مسئله صلح افغانستان در حال مطرح می‌شود که روند گفتگوهای میان افغانان یک بنبست اعلام ناشده را تجربه می‌کند. در مقابل آتش جنگ در میدان‌های نبرد گرم‌تر شده است. حکومت در پیوند به آنچه در دوحه جریان دارد حرف نمیزند، اما گروه طالبان تاکید دارند که مورد تازه در گفتگوها اتفاق نیفتاده است. قضیه افغانستان در مذاکرات بین الافغانی حل شدنی نیست، چون این جنگ بین دولت افغانستان و طالبان است، بلکه بین قدرت‌های منطقه و ایالات متحده است و صحبت‌ها بین اینا جریان دارد. بین روی تفاهمات صحبت‌ها جریان دارد و ممکن در 2-3 ماه یک نشست بزرگ معتبر بین المللی برگزار شود. نه طالبان موفق خود شد در جنگ و نه هم دولت افغانستان موفق خود شد در جنگ. بنابراین آخر هر دو طرف قضیه رسیدن به یک صلح پایدار از طریق دیپلماسی و گفتگو خواهد بود. بعد از آن که صف جمهوریت هیئت بلند رتبه به دوحه فرستاد تا با طالبان وارد گفتگوی جدی تر شود، امیدها در افغانستان برای قطع جنگ بیشتر جوانه زد. اما ظاهرا این نشست هم نتیجه نداشت و هنوز شلیک گلوله در میدان‌های نبرد حرف نخست را میزند. ما نمیخوایم دیگه که جنگ باشد در مملکت، گشنگی،
فقری بیچارگی مردم زیاد خسته کرده. یک روند صلح باید یا ایجاد کنند، در بین خود تفاوض کنند و یک صلح پایدار بیارند. نزدیک به یک سال می شود که هیئت دولت افغانستان و گروه طالبان در دوحه سرگرم پیشبرد روند گفتگوهای میان افغانانند. روند که تا هنوز از مهار جنگ افغانستان ناتوان پنداشته می شود. با گذشت نزدیک به دو هفته از ربوده و شکنجه شدن دختر سفیر افغانستان در پاکستان، اسلام آباد می گوید که ادعای دختر سفیر افغانستان با مدرک های پلیس متفاوت است. اما وزارت خارجه می گوید که مدرک های درمانی شکنجه را ثابت می سازد. از سوی هم قرار است که هفته آینده هیئت برای شریک سازی این اطلاعات و بررسی های مشترک از کابل به اسلام آباد برود. جواد تیموری. به دنبال ربوده شدن سلسله علی خیل، دختر سفیر افغانستان در پاکستان، روابط دیپلماتیک دو کشور قطع شد. با گذشت نزدیک به دو هفته از این ماجرا، نخست وزیر پاکستان میگوید که ادعای دختر سفیر با مدرک های پلیس پاکستان متفاوت است. ما معلومات کامل از دوربین های امنیتی داریم. همه جزئیات را در مورد تاکسی و راننده های تاکسی که دختر سفیر را انتقال دادند در اختیار داریم. اما متاسفانه روایت دختر سفیر با روایت دوربین های امنیتی تفاوت دارند. اما این یافته ها را با مقام های افغان شریک می سازیم. روایت وزارت خارجه افغانستان اما چیز دیگر است. این وزارت با پخش خبرنامه‌ای میگوید که گزارش‌های درمانی و دیگر مدرک‌ها نشان می‌دهد که دختر سفیر پس از ربوده شدن شکنجه و خشونت جسمی شده است. هفته آینده هم یک هیئت از کابل به اسلام آباد می‌رود تا این اطلاعات را با مقام‌های پاکستانی شریک سازد و بررسی‌های مشترک انجام دهند. هیچ عنوان باید تسلیم مصلحت نشه. اعضای حقیقت یاب که از افغانستان میره این هیئت و به هیچ عنوان هم نباید ما از این موضوع حراس داشته باشیم. بگذاریم دفاع دیپلمات را خود کنیم، دفاع از نوامیس ملی خود داشته باشیم و نگذاریم که چهره کشورهای تمویل کننده تروریسم که حتی در سرزمین خودشان هم میتونن اعمال تروریستی را با دیپلمات ها انجام بدن، دیگر باید جهانی شوه و آشکار شوه بر مردم. اینجا در کابل هم شماری از معترضان همچنان در برابر رفتار پاکستان با دیپلمات های کشور انتقاد دارند و پاکستان را در مداخله در امور افغانستان و حمایت از طالبان متهم می کنند. په پاکستان کې د افغانستان د سفیر لور سلسله علی خیل د دوی لخوا اختطاف شو، دا یو نه توجیه کوونکی بد عمل و چې د سیاسي ډیپلوماټیکو اړیکو په قانون کې د یو ډیر بد عمل د داسې ودونه باید نړیوال تور لیست شامل سی. تجاوز مستقیم نظامیان پاکستان در صفوف طالبان که در بسیاری از ولایات ما را و ولسوالی های ما را به سقوط مواجه کرده. روابط افغانستان و پاکستان به دلیل پشتیبانی این کشور از مخالفان مسلح دولت افغانستان همواره فراز و فرودهایی داشته است. اما ربوده شدن دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد سبب شد تا بیش از هر زمان دیگر رابطه دو همسایه وخیمتر شود. حالا از سرگیری روابط دیپلماتیک و بررسی همه جانبه این پرونده پیوند خورده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که تا کنون به هویت 40 تن دست یافته است که توسط طالبان در سپین بلک قندهار کشته شدند. به گفته مسئولان این کمیسیون، کشتن این افراد نقض سری حقوق بشر جهانی و جنایت جنگی است. بر بنیاد یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر، پس از تصرف ولسوالی سپین بلدک توسط گروه طالبان، دارایی و اموال برخ از باشندگان این ولسوالی غارت و چپاول شده است. این نهاد میگوید که گروه طالبان با هدف انتقام گیری از کارمندان قبلی و کنونی نهادهای دولتی و افرادی که در هنگام بازپسگیری سپین بلدک از نیروهای امنیتی استقبال کرده بودند و کشتار آنان اقدام کردند. طالبان کشته شدن افراد ملکی در سپین بلدک را رد میکند. هویت 40 تن توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر شناسایی شده و ممکنی بیشتر باشد. قتل شهروندان چون در بازپسگیری ولسوالی سپین بلدک هیچ گونه نقش نداشتن، نقض قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی است.
سازمان گزارشگران بی‌مرز از افزایش تهدیدها در برابر خبرنگاران ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی و نهادهای پشتیبان رسانه‌ها می‌خواهد که به جای بیرون کردن شماری از خبرنگاران از کشور، امنیت آن را در افغانستان تأمین کند. این نهاد همچنان طرح را به حکومت افغانستان سپرده که در آن خطرها و تهدیدها در برابر خبرنگاران شناسایی شده است. بر بنیاد گفته‌های سازمان گزارشگران بدون مرز، از سال 2001 تا کنون بیش از 70 خبرنگار به شمول 17 خبرنگار خارجی جان باختند. عبدالواحد حیدری گزارش می‌دهد. با افزایش جنگ و خشونت‌ها در ماه‌های پسین در افغانستان، تهدیدهای جدی در برابر خبرنگاران هم افزایش یافته است. تهدیدهایی که شماری از خبرنگاران را مجبور به ترک کشور کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز هم در یک نشست خبری از وضعیت کنونی ابراز نگرانی می‌کند و از جامعه جهانی می‌خواهد که امنیت خبرنگاران را در افغانستان تضمین کند. سیاست سازمان گزارشگران بدون مرز خالی کردن کشورهای مختلف از این میان افغانستان از خبرنگاران خود نیست. ما جامعه مدنی جهانی رو فرا می‌خوانیم که امنیت روزنامه نگاران باید در افغانستان تأمین شود. این سازمان میگوید که به تازگی یک طرح مشخص را برای شناسایی خطرها و تهدیدها علیه خبرنگاران به حکومت افغانستان سپرده است. این بخش عمده جامعه ما که یکی از دستاورده های 20 سال اخیر حکومت و یکی از خطوط سرخ جامعه جهانی در تمام تعاملات با مخالفین دولت و یا سایر گروه ها بعضاً با خود حکومت قلمداد می شد، امروز در مرز صدمه دیدن است. از سوی هم نه یا نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان گفته که طالبان یک استگاه رادیویی را در ولسوالی دهراود ولایت اورزگان تخریب و ابزار آن را تاراج کردند. اما طالبان این ادعا را رد کرده و میگوید این استگاه رادیویی در یک پایگاه نیروهای امنیتی بوده و در پی درگیری ها تخریب شده است. نهاد نه از طرف های درگیر میخواهد که اطمینان دهند به آزادی بیان و فعالیت رسانه ها متعهد هستند. ما از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، آمریکایی ها می خواهیم تا به طالبان تفهیم بکنن، به کسایی که میز مذاکره طالبان را هیئتش را تشکیل میدن، با اونا تفهیم بکنن که دارایی های مردم افغانستان و داشته های مردم افغانستان یکی هم این رسانه های محلی است. باید به این رسانه های محلی احترام بگذارن، احترام گذاشته شود و نباید اینا تخریب شود. شماری از خبرنگاران هم نگران آینده کار رسانه‌ای در کشورند. در افغانستان حکومت خپل اراده نه لري چې د بیان ازادي باید خوندي شي. موږ تاسو ګورو چې په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې خبري اعلان کوخل کیږي د حکومت له خوا نه. هم دا اوس هم تاسو په جریان کې هستئ چې څلور خبري اعلان انتني ولسی وي په قندهار کې. موږ تاسو ګورو ستیر کال له 211 خبرنگاران موږ له لاسه ورکړی دي، اما بدبختانه دوی دوسی لا تر اوسه په میز پرتی دي، جدي نه دي څرل شوی. نهادهای مدني که به خاطر خبرنگارا کار میکنن حمایت بکنه و در کنار از مهمتر از همه نهادهای حامی رسانه ها ملی اونا که در صورت که همکاری بکنن و همکاریشان هم در این شرایط نیاز است که باید همکار باشن و در این مقطع نباید که خبرنگاران و جامعه رسانه‌ای را تنها بگذارن. بر بنیاد اطلاعات سازمان گزارشگران بدون مرز، از سال 2001 میلادی تا کنون بیش از 70 خبرنگار به شمول 17 خبرنگار خارجی در افغانستان کشته شدند. در آخرین مورد هم دانش صدیقی، خبرنگار هندی تبار خبرگزاری رویترز، در اسپین بلدک ولایت قندهار کشته شد. در کمتر از 1.5 سال پسین 12 چرخبال ارتش سرنگون شده است. به گفته منبع‌ها یک چرخبال ارتش در هلمند پس از آن ناگزیر به نشست در یک مکتب در شهر لشکرگاه شد که یک بال آن آتش گرفت. طالبان اما مدعی شدند که این چرخبال از سوی جنگجویان این گروه هدف قرار گرفته. آگاهان نظامی سرنگونی چرخبال‌های ارتش را نگران کننده می‌دانند و می‌گویند که باید نهادهای امنیتی روی تقویت ظرفیت‌های مسلکی نیروهای هوایی تمرکز بیشتر کند. فرشاد داریوش گزارش می‌دهد. نیروی هوایی افغانستان تنها نیروی بازدارنده در برابر حمله‌های طالبان، اما این نیروها هم هر از گاه یا هدف قرار می‌گیرند و یا هم چرخ بال‌هایشان سقوط می‌کند.
این تصویرها نشان می‌دهد که یک چرخبال ارتش شام روز گذشته در ولایت هلمند نشست اضطراری داشته. به گفته منبع‌ها یک بالین چرخبال آتش گرفته بود. به همین دلیل به گونه فوری در میدان یک مکتب فرود آمده است. یافته‌های تلویزیون یک نشان می‌دهد که در یک سال و پنج ماه پسین یک چرخبال MI-17 در بهسود میدان وردک، یک چرخبال MI-35 در ولایت فرا، یک چرخبال در منطقه رستاق ولایت تخار، چرخبال بلکهاک در ولسوالی کجکی هلمند، یک چرخبال MI-17 در نینگرهار، یک چرخبال در ولسوالی بالابلوک ولایت فرا، چرخبال MD-530 در پل خمری ولایت بغلان، دو چرخبال ارتش در ولسوالی ناوه ولایت هلمند، چرخبال MD-530 در شهر لشکرگاه هلمند، چرخبال MI-17 در نادعلی هلمند و چرخبال MI-17 در جغتوی میدان وردک به دلیل‌های گوناگون سقوط کردند. قوای هوایی افغانستان در کمبود کادر مسلکی، در کمبود وسایل تکنیکی و بالاخره عدم تجربه کافی دارن، یگانه برتری را در جنگ قوای هوایی استن از دست میتن. شهروندان هم از دست دادن دست کم 12 چرخبال را در کمتر از 1.5 سال نگران کننده میدانند و میگویند که باید از چرخبال های ارتش مواظبت بهتر شود. چرخبال ها تیارا سقوط میکنند. این تاثیرش است که تیارا کنه است، باید دولت تیارای نو و تیارای پیشرفته را باید بگیره. به خاطر کنه است این تیارا سقوط میکنند. در حالی که چرخبال ها با چقدر هزینه از خارج گرفته میشن، با پیسه دولت گرفته میشن و بدون اینکه یا کمکی از استفاده شود، بدون این آن یا سقوط میکنند. وزارت دفاع ملی در مورد آمار چرخبال هایی که سقوط کردند چیزی به دست نمی دهد. با این حال در شبانه روز گذشته 10 ولایت گواه درگیری ها بوده است. وزارت دفاع ملی هم از آغاز عملیات در حومه های شهر تخار و نجراب ولایت کاپیسا خبر می دهد. ریاست جمهوری در واکنش به گزارش تازه سیگر که گفته است حکومت افغانستان با بحران بقا روبروست میگوید، دولت افغانستان به حیات سیاسی خود ادامه میدهد و بر هراس افغانان پاسخ خواهد داد. سیگر یا اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی در گزارش از بررسی عملکرد امریکا در افغانستان گفته که دولت افغانستان پس از دو برابر شدن حمله های طالبان بعد از توافقنامه دوحه با بحران موجودیت روبرو شده است. در این گزارش آمده که توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان به جای اینکه در گفتگوها میان دولت افغانستان و طالبان پیشرفت ایجاد کند، باعث شدت یافتن حمله های طالبان شده است. ما هزاران سال وجود داشتیم و هزاران سال دیگر وجود خواهیم داشت. دولت و ملت این خطه قهرمانخیز آزمون های جدی را پشت سر گذرانده اند. ما به تروریستان پاسخهای تکاننده خواهیم داد. شمار قربانیان سیل در نورستان به 65 تن افزایش یافت. والی نورستان میگوید که آمار در حال تغییر است و تا کنون 180 تن هم ناپدید هستند. نهادهای امدادرسان هم به ساحه فرستاده شده تا به قربانیان کمک های اولیه صورت گیرد. بر بنیاد آمار وزارت دولت در امور رویدادها 150 خانه مسکونی هم تخریب شده است. شمار از باشندگان ولایت فاریاب در کابل در یک گردهمایی اعتراضی هشدار می‌دهند که اگر حکومت به ولایت فاریاب توجه نکند، این ولایت به دست طالبان سقوط خواهد کرد. معترضان می‌گویند که هماکنون شهر میمنه در محاصره قرار دارد، در حالی که فاریاب دروازه شمال محسوب می‌شود و با سقوط آن کل شمال کشور دچار بحران امنیتی خواهد شد. با این حال در جوزجان اما مقام‌های محلی نگران سربازگیری زنان ازبکستانی در ولایت هستند. ناامنی های فاریاب و سقوط بسیاری از بخش های این ولایت به دست طالبان و بی‌توجهی حکومت به ولایت سبب شده تا شماری از فاریابی ها در کابل دست به اعتراض بزنند و سقوط احتمالی این ولایت هشدار بدهند. این معترضان از حکومت مرکزی می‌خواهند که به فاریاب مانند انگشت ششم نگاه نکند و در صورت سقوط این ولایت شمال بیش از هر وقت دیگر ناامن خواهد شد.
ممکن است فاریاب سقوط بکنه و فاریاب دروازه شمال است و شمال دروازه افغانستان است که سقوط فاریاب منجر به سقوط شمال شده و سقوط شمال منجر به سقوط افغانستان خواهد شد. ما از حکومت مرکزی خواهان این شدیم تا یک تغییرات کلی به سطح ولایت فاریاب با وجود بیاید و مردم از این حالت بد و بدبختی که فعلا به سرشان حاکمیت دارد نجات پیدا کنند. در همسایگی فاریاب در جوزجان مقام های امنیتی میگن که زنان ازبکستانی سرگرم سربازگیری برای طالبان هستند، به ویژه در ولسوالی های قشتپه و درزاب. زنه ازبکستانی است با فامیلش، ما خودم از خوجکینتی اوجا از خانهش کوچ کرده بود و نیم ساعت بعدش ما رسیدیم، ما دیدیم که خانواده ازبکستانی سیاپوش در اونموجا موجود هستند، شاید که موجود باشه و سربازگیری کنه. کسی را که سرباز میگریم دیگر در خانش خبر میده سبا تو میری در وظیفه، عموم دیگر همون پران میکنه. زیادتر ظلم ستم ها فعلا سر مردم که داره، جوان ها فرار که داره استن. این رو برتا میگن همه نفر 500 هزار تا الا 2000 مرد کار میگرن. گسترش جنگ در شمال افغانستان از ابتدا پرسش هایی را به همراه داشته که چگونه مناطقی که در 20 سال گذشته امن بودند با یک بارگی به دست طالبان سقوط کردند. حالا شهروندان کشورهای آسیای میانه هم وارد عمل شدند. به باور آگاهان این جنگ پیچیده‌تر و طولانی‌تر خواهد بود. در پی برخورد هاوان بر خانه‌های غیر نظامیان در شهر قلات مرکز ولایت زابل، 3 کودک و 2 بانو جان باخته و 12 تن زخمی شدند. رئیس بیمارستان ولایتی زابل وضعیت شمار از زخمی‌های این رویداد را وخیم خوانده است. فرمانده پلیس زابل گفته است که این هاوان از سوی طالبان شلیک شده، اما طالبان آن را رد و گفتند که این هاوان را نیروهای امنیتی پرتاب کردند. با این حال در پی برخورد یک موتر با ماین کنار جاده در ولسوالی نهر سراج هلمند 2 تن کشته شده و 3 تن زخمی شدند. قربانیان هم افراد ملکی هستند. نخستین گروه از مترجمان افغان همکار پنتاگون وارد ایالات متحده آمریکا شدند. همزمان با ادامه بیرون شدن کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان، نخستین گروه مترجمان و دستیاران محلی ارتش آمریکا به همراه عضوهای خانواده خود وارد خاک ایالات متحده شدند. این گروه که شامل 2500 نفر است، به طور موقت در پایگاه نظامی فورتلی اسکان داده خواهند شد تا زمانی که بر روند صدور ویزه ویژه مهاجرتی برای آنها رسیدگی شود. نگرانی از رها کردن این مترجمان پس از بیرون شدن نیروهای آمریکایی و تهدید جانی متوجه آنها از سوی طالبان و گروه‌های راسفگن یکی از چالش‌های اصلی پنتاگون توصیف شده است. حال هم چند خبر کوتاه از جهان. وزارت دفاع بریتانیا میگوید که در حال بررسی درباره گزارش‌ها از حمله به یک کشتی اسرائیلی در نزدیک سواحل عمان است. یک سخنگوی وزارت دفاع این کشور گفته است که آنها از گزارش‌های حمله به یک کشتی تجاری با مالک اسرائیلی در نزدیکی ساحل عمان مطلع است. فرماندهی نیروهای مسلح بریتانیا در منطقه در این مورد تحقیق می‌کند. اسرائیل و عمان در این باره چیزی نگفتند. این سومین رویداد این چنینی برای یک کشتی مرتبط با اسرائیل در 6 ماه پسین است. همچنین در نزدیک به یک سال پسین رویدادهای امنیتی گوناگون در ایران رخ داده است که به طور گسترده اسرائیل عامل آن قلمداد می شود. دست کم 3 تن بر اثر آتش سوزی در ساحل جنوبی ترکیه جان باختند و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. این بزرگترین حریق در شرق آنتالیا در امتداد بحیره مدیترانه خوانده شده است. در محل آتش سوزی رخ داده، هتل‌ها و تفریحگاه‌ها موقعیت دارند. صدها کارمند آتش نشانی با چرخبال‌ها در حال مهار آتشند. در ورزش امروز از حذف شناگر و دونده افغانستان در المپیک توکیو خواهیم گفت. همچنان اینکه چینایی‌ها در دریافت مدال تا اینجای کار در صدر قرار دارند. کیمیا یوسفی دونده افغانستان تنها با ثبت رکورد تازه به نام افغانستان به کارش در رقابت‌های المپیک توکیو پایان داد.
این نماینده ملی پوش کشور در رقابت‌های المپیک 2020 ژاپن بامداد امروز هم قطاری حریفانش شد. کیمیا 100 متر را در 13 ثانیه و 29 صدومی ثانیه دوید تا در گروه خودش میان 9 دوینده هفتم شود. این ملی پوش کشور در میان 27 ورزشکار در این بخش جایگاه 22 مسابقه. البته اون چیز نشد که من می‌خوام، ولی کردم 13:33 بود که در اختیار خودم بود. امروز 13:29 دویدم و روی صفحه نمایش 13:29 صدم سیف شد و نوشته شد که یک رکورد جدید بر کشوره. گفتنی است که پیش رکورد در 100 متر 13 ثانیه و 33 صدم ثانیه بود. در شنا هم فهیم انوری تنها نماینده کشور در 50 متری آزاد به کارش در المپیک توکیو پایان داد. انوری 50 متر را در 27 ثانیه و 67 صدومی ثانیه طی کرد و در میان 6 شناگر همخط با وی در رده پنجم قرار گرفت. گفتنی است که در این بخش 73 ورزشکار رقابت کردند که فهیم انوری جایگاه 69 را به خودش اختصاص داد. در هفتمین روز از رقابت‌های المپیک توکیو تا اینجای کار چین با به دست آوردن مدال‌های بیشتر در صدر جدول قرار دارد. ورزشکاران چینی 18 طلا، 19 نقره و 11 برنز به دست آوردند. ژاپن با 16 طلا، 4 نقره و 7 برنز پس از چین رده دوم را در اختیار دارد و آمریکا همچنان با 14 طلا، 16 نقره و 11 برنز رده سومی را در اختیار دارد. ممنون که بیننده این ساعت خبری از یک بودید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.